اجمل عقیقی به 7 سال زندان از سوی طالبان محکوم شد. برای جزئیات بیشتر در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. سلام دوستان عزیز. به یکی از ویدیوهای دیگر ما خوش آمدین. اگر تازه به چینل ما پیوستین، چینل ما را سابسکرایب نموده ویدیوهای ما را لایک و شیر نمایید. اجمل عقیقی جوان و یوتیوبر که قربانی بی‌عدالتی طالبان شد. او از دو ماه به این طرف از سوی نیروهای طالبان دستگیر شد و تا به امروز در زندان طالبان به سر می برد. تا به امروز در مورد اجمل عقیقی شایعات متعدد از زندان به بیرون درز می شد. اما از سرنوشت او به صورت دقیق خبر در دست قرار نداشت. اما امروز خبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که واقعا ناراحت کننده است. در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی این خبر دست به دست می شود که اجمل عقیقی 7 سال به جرم استهزا به آیات قرآن کریم محکوم شده است. این خبر از طرف چند صفحه معتبر هم به دست نشر سپرده شده است. این که منبع درست است یا خیر تا اکنون معلوم نیست. تا هنوز این خبر از سوی طالبان تایید نشده است و طالبان در مورد این حرف نزدند. و خبر دیگر این که طالبان به فامیل اجمل عقیقی اجازه ملاقات را نمی دادند و این خبر از سوی فامیل اجمل عقیقی نیز تایید شده است. همچنان منیجر همکار اجمل عقیقی در صفحه اینستاگرامش چنین نوشته است: روزها گذشت ولی از دوستهایم هیچ خبری نیست. حمایتتان کم شده، از یادتان رفته. اجمل عقیقی، امی جان و اوپای جان، جوانهای افغانستان، از دل جان خدمت کردن به وطن و وطندارای خود. همیشه کوشش کردن که به لبهای هموطنان خود لبخند بیارند. با بسیار مشکلات مبارزه کردن، خدمت کردن، از وطن بیرون نشدن. ولی امروز در زندان هستند. هیچ خبری ازشان نیست. هیچ کسی ازشان نمی پرسند که کجا هستند. چطور هستند اقدر زود فراموش کردین؟ لطفاً حمایت کنین. هرچی نباشه اولاد مسلمان هستند. مادر و پدر 65 روز است که چشم برای اولادهایشان هستند. فامیلهایشان نیز منتظرشان هستند. لطفاً حمایت کنید. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما در قسمت کامنت می باشیم. تا ویدیوی بعدی، الله نگهدارتان. نفری تو سفری خورت است، اولاد بیعقل. یکم کارم بود خلاص. من تو رو جای دیدیم بفکرم. از عقل به بالا زیاد دیدی. انسان بیعقل. مام بخیر، امروز پرواز دارم. میرم خواستم یک لایو بیایم. امروزان گپ بزنم و خدافزی کنم. دیگه با مو خاطر. روی من چیز نشد کنم فیشن کنیم بخطوره که میرم. چشمایت مقبول باشم چی گفتم یه چشمایت مقبول است بگو. دروغ نکن. در اکس اختر 14 ساله میشه دلک بنگار 100 سال عمر داشته باشی. تو را بخدا چون دلک زیاد مقبول است با خطر. هرچقدر احساس داشته باشی، هرچقدر احساس باشی بیشتر آزارت میدن. نه این به احساس نیست، مثلا من ایچ سرگفه دونه خبر رو نیستم. بیازا چرا گریه میکردی پشت همکارت؟ خواه همکارم از گریه میکنم، مالم گریه میکنم. چطور کنم؟ چوریه ای ما رنگ است، شوخ ما باید رنگ است. من پشت آقلم سخیل قسمیم بخدا. امروز برنامه نداشتیم. خوری کسیتی؟ تو در پیشوری مستی گمشو؟ من در پولیس بیاییم. بیا، کجا بخوای میری که بیایم دیدارت؟ خارج؟ آقلم سخیل خوب است، شکر خوب است. سلام سلام به همگی. و علیکم.
خب گفتنی داری؟ خدیجه کدام گفتنی داری؟ نه گفتنی ندارم. خب خیر، تو عاشق اجمل هستی؟ هر چی فکر میکنی واقعی هم خوشکل هستی، چشم بد کرلا یا می نکنه مغروشی بری و یک روز از هم دور شوی جایی تو دنیا با دنیا نیست بیرز جای دقل دوم هست. ما پشتو گریان میکنم واسم چی گفتم ایره سفر تو گریان میکنم سفر بخیر داشته باشی، تشکر زنده باشی، ای بیخی از پنتون اعتماد به نفس فارغ شده. بله یا چون ماشاءالله مقبول هستم، قد دارم، قواره دارم، چشم دارم، همچنان لب دارم دیگر تنها خواه نیشی گپاش ما خیرمون نیزارم یک بدرنگ دیگه هم بدرنگ بسته قواره آفری بسته خواه نداره بگه ای دیگه چه قوارش کده خوب کده آلا میشه مارو چی؟ آلا میشه مارو چی؟ املت مارو برای امین آسونات فالو کنید سه متر بینید گیره بی چطقه بینید شویو؟ هلو اغلب سخی که گفته تان شما بیوزنهای مسته آه بلا دیگه خوب مجرد که باشی بیوه حساب میشی خیلی ساز غلام سخی هرچی بگیم فرق نمیکنم با خوی انگی ملت است.